8 راهکار خونگی برای از بین بردن خشکی لبها. سوال بسیاری از ما به ویژه تو فصل پاییز اینه که چرا لبهامون انقدر خشکه؟ خشک شدن لبها میتونه دلایل مختلفی داشته باشه که از جمله میشه به تغییر فصل، عادات ناسالمی مثل جویدن و مکیدن لبها و حتی رژیم غذایی که از اون پیروی میکنید باشه. بسیاری از افراد به داروخونه میرن و برای خشکی لبهاشون چاپستیک میخرن، اما باز هم احساس میکنن نرمی مورد نظر رو روی لبهاشون ندارند. برخی هم اساساً علاقه چندانی به استفاده از ترکیبات غیر طبیعی ندارن، بنابراین ترجیح میدن از روش های سنتی و خونگی استفاده کنند. توی این برنامه قصدمون اینه که با ارائه چند راهکار خونگی این وضعیت رو که خصوصاً در فصول سرد سال بیشتر اتفاق میفته در خونه و بدون اینکه از کرم‌های گرون قیمت استفاده کنیم رفع کنیم. یک، روغن بادوم. روغن بادوم میتونه به عنوان یک مرطوب کننده مناسب برای خشکی لبها به شمار بیاد. همچنین این روغن با دارا بودن ویتامین های گروه آ و ای میتونه مبارزه‌گر خوبی برای رادیکال های آزاد باشه. به راحتی این روغن رو روی لبهاتون بمالید و دوباره به لبها آب رسانی کنید. این روغن ها برای موهاها میتونن مفید باشن. 2، خیار. خیار میتونه درمان خونگی مناسبی برای لبهای خشکی باشه که گاهی دردناک هم میشن. خیار رو به صورت حلقه های نازک ببرید و به مدت 5 دقیقه روی لبهاتون قرار بدید. با این کار آب از دست رفته ی لبهاتون مجدداً برمیگرده. سطح صافتری رو هم روی فرو رفتگی های لب با این مراقبت آسون به وجود خواهید آورد. 3. آب لیمو. آب لیمو میتونه به عنوان یک ماده مغذی برای لبها مورد استفاده قرار بگیره و از پیر شدن پوست هم جلوگیری کنه. میتونید ماده خمیری از ترکیب یک قاشق خامه و چند قطره آب لیمو به وجود بیارید. این ترکیب رو داخل یخچال بذارید و یک ساعت قبل از خوابیدن اون رو روی لب و نواحی اطراف اون بمالید. این کار باعث خواهد شد که لبها نرمی خاصی پیدا کنند. 4. روغن نارگیل. یکی دیگه از راه‌های خونگی از بین بردن خشکی لب‌های خشک و ترک خورده استفاده از روغن نارگیله. بسته به میزان خشکی لب‌هاتون اون رو روی لب‌ها بمالید و اجازه بدید که جذب بشه. 5. بخور گرم. لب‌ها به خصوص در زمان خواب بیشتر خشک میشن. بنابراین میتونید در اتاقی که میخوابید از بخور گرم استفاده کنید تا رطوبت بیشتری به پوست و لب‌هاتون برسونید. 6. ترکیبی از عسل و شکر. اسکرابی از عسل و شکر تهیه کنید. این ترکیب میتونه خشکی پوست رو از بین ببره و آبرسانی مجدد به لبها و نرم شدن اونها رو انجام بده. شکر و عسل رو با هم ترکیب کنید و اون رو روی لبهاتون بمالید. اجازه بدید چند دقیقه روی لبها بمونن و سپس اونها رو بشورید. برای اینکه بتونید این تاثیر رو بیشتر کنید از یک مسواک نرم استفاده کنید. 7. چای سبز کیسه‌ای. یکی از قدیمی ترین راهکارهایی که در کتاب‌های کهن هم به اون اشاره شده استفاده از چای سبزه. تیبگ استفاده شده یه چای سبز رو به مدت 4 دقیقه روی لبهاتون قرار بدید. سعی کنید این کار رو هر روز انجام بدید که تا اونجایی که ممکنه لبهاتون رو مرطوب نگه دارید. 8. روغن زیتون. روغن زیتون هم یک مرطوب کننده طبیعی به شمار میاد. زمانی که اون رو روی لبهای خشکتون میزنید به آسونی به اونها آب رسانی میکنید. میتونید در داخل ظرفی یک لیوان آب رو با کمی روغن زیتون ترکیب کنید و برای اینکه تونسته باشید به اندامهای داخلیتون هم آب رسانی کرده باشید اون رو میل کنید. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخرین برنامه هم با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن این برنامه لذت بردید اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه‌های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.